مهمان من سالها قبل گفته بود که میخواد دست از سیاست بکشه و به رمان و ادبیات بپردازه او که در دنیای سیاست ایران ره صد ساله را یک شبه طی کرده و از وکالت مجلس معاونت نخست وزیری و ریاست جمهوری و مقام وزارت را تجربه کرده امروزها از خونش در این منطقه سرسبز شمال لندن به نوع سیاست میپردازه آیا باز هم حوس وزارت در سر داره اطلاعی مهاجرانی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلام ایران به برنامه به بار دیگر خوش آمدید آقای مهاجرانی شما زمانی که وزیر فرهنگ بودید گفته بودید که این سمت آخرین سمت دولتی شما خواهد بود و از این به بعد میخواییم که زندگیتون رو وقف رومان ادبیات بکنید چقدر زندگیتون الان وقف رومان ادبیاته؟ البته واژه وقف واژه پیچیده است اگر معنی وقف این باشد که به غیر از ادبیات و به تبرمان به هیچ چیز دیگری من نه این پردازم این درست نیست به خاطر اینکه زندگی هم مسیر خودش رو طی میکنه و شما نیاز دارید که حتما برای گردش امور زندگی خودتون و مجموعه در هر که گذران امور هست تلاش بکنید شاید اگر من چنین امکان رو داشتم که به غیر از رمان به هیچ چیز دیگر نپردازم ممکن بود و بسیار هم خوشحال بودم منظور شما شاید بیشتر و منظور سوال من هم در واقع همونه که منظور اولیه شما بوده اینه که دیگه به سیاست نپردازید همینطوره یعنی من عهد کردم با خودم و برای نهتم همچنان هستم که به مسئولیت سیاسی بر نمیگردم تعبیری هم که داشتم این بود که 25 سال نخست زندگیم رو غیر از دوران نوباوگی و نوجوانی صرف آموختن کردم مطالعات دانشگاهی 25 سال بعدی رو صرف سیاست کردم از نمایندگی مجلس من شروع کردم در دوره نخست انقلاب تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام که حدود چهل ماه من وزیر بودم و پس از اون عهد من بر این بود که مسئولیت سیاسی اجرایی نپذیرم و به طب نپذیرفتم یک مسئولیتی من داشتم در یک دوره بسیار کوتاهی به عنوان مسئول مرکز گفتگوی تمدن ها که مسئولیت سیاسی جایی به معنا نبود در واقع یک مسئولیت فرهنگی بود و همچنان بر اون عهد هستم حالا ولی الان در این دوره انتخاباتی شما خیلی فعال تلاش دارید میکنین که نامزد مورد علاقتون انتخاب بشه و عملا به نوعی وارد سیاست شدید دوره اگر معنی شما سیاست این باشد که هر گونه فعالیت سیاسی یا حمایت از یک جریان فکری و فرهنگی مثل جریان اصلاحات و حمایت از کاندیدای مشخصی مثل جناب آقای کروبی این فعالیت سیاسی است که من قول داده بودم که واردش نشوم چون قولی رو من ندادم در واقع عهد من با خودم نپذیرفتن مسئولیت های اجرایی سیاسی است ضمن اینکه شما به من یک شخصیت فرهنگی هم وقتی که مشغول کار فرهنگی خودتون هستید مثل نوشتن بعد میبینید که در عمل دولتی بر سر کار هست و جریانی حوزه فرهنگ رو مدیریت میکنه که شما معتقدید که این جریان نامش ضد فرهنگ است مصادیق و نمونه های بسیاری رو هم می توانید بر بشمارید مثلا خود من پنج کتابم در وزارت فرهنگ ارشاد فعلی متوقف است این پنج کتاب در هر حال محصول چهار سال عمر هست که شما کتابی رو می نویسید مثل رمان با فردوس من که در اونجا مانده است همچنان و اون رمان اگر منتشر می شد شاید پیشبینی بسیاری از حوادث و مواردی که ما به عین دیدیم در دولت فعلی در اونجا پیش بینی شده بود یا کتاب های دیگری که هستند به شما به این جنبندی می رسید که اگر در حوزه سیاست فعال باشید برای تغییر این مدیریت اون موقع به عنوان شخصیت فرهنگی هم بهتر می توانید زمینه رشد و شکوفایی کارهای خودتون رو ببینید و عرضه بکنید خب از محتوای صحبت های شما من اینطور استنباط می که اگر کاندیده اصلاح طلب در دوره این دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران انتخاب بشه و به شما سمتی در کابینه پیشنهاد بکنه شما نخواهید وزیر حتی اگر وزیر فرهنگ باشه حتی اگر وزیر فرهنگ آینده اون وزیر فرهنگی نبود که شما مورد نظرتون هست یا و فضای فرهنگی اونی نبود که در حال شما خیلی علاقه باشه و فکر می اگر شما بودید این کار رو بهتر انجام می اون موقع چی اگر که به شما پیشنهاد بکنن حاضرید دوباره قبول بکنید مما... نظر کنید در این ترد سیاست من معتقد هستم که معنیش ترد نیست معنیش برنامه است برای زندگی ما یک بار زندگی میکنیم و به طب برای زندگی خودمون بایستی بنشین برنامه ریزی بکنیم من 25 سال دوم رو که صرف سیاست و کار اجرای سیاسی کردم بسنده میدونم برای خودم و معتقدم که وزیر فرهنگ دولت اصلاحات دولت آتی هر کس که بود من میتونم با نقطه نظراتی که دارم تجربه‌ای که دارم نظر مشورتی که دارم به او کمک بکنم لزوما معنی شکوفای فرهنگی یا اینکه آرمان‌ها و نظرات فرهنگی شما اعمال بشه این نیست که حتما پشت میز وزارت فرهنگ بنشینید. ولی در دوره گذشته شما این فکر میکردین برای که وزیر فرهنگ شدی. در اون مقطعا من به این جنبندی نرسیده بودم. البته دو تلنگر به ذهن من خورد که این دو تلنگر در ذهن من زنده بود تا به این تصمیم رسیدم که در هر حال اگر من 25 سال دیگری از عمرم باقی مونده باشه این 25 سال, سال سوم رو یا دیگر رو صرفا صرف فرهنگ و نوشتن بکنم تلنگور نخست رو چنگیز آیتماتوف به من در واقع به ذهنم زد موقعی که برای برنامه هزاره ماناس من رفته بودم بیشکک اونجا با ایشون صحبت کردیم و ایشون خیلی دوستانه و پدرانه در واقع به من گفت که حیف هست که عمرت رو وقتی رو صرف سیاست بکنی اون موقع من معاون رئیس جمهور بودم همچنان این تلنگور آیتماتوف در ذهن من بود برگشتم وزیر فرهنگ و ارشاد شده بودم روزی مسعود کیمیایی اومد دیدن من اومد دیدن من و من فکر کردم که حالا مطابق معمول کاری دارم در فیلم های سینمایی و اموری در این حوزه میخواد با من صحبت بکنه به شکل خیلی غیر قابل انتظاری من گفت چرا رو نمیره رمان بنویسی این کار از تو ساخته است و یک قلم خودنویس هم به من داد این تلنگر این بود که به ذهن من زده شد و اون روز روز عجیبی بود برای من بعد از ملاقات با مسعود کیمیایی و همینطور زنده بودن تلنگر چنگیز آیتماتوف تصمیم من روشن بود که در هر حال من دیگر به میز وزارت و از این قبیل بر نخواهم گشت خب به نظر من من فیلم کنم لاغل من رو کرده کردین که تصمیم تو رو واقعا گرفتین تو این زمینه ولی شما زمانی که در واقع یکی از وزرای افراد نادر جمهوری اسلامی ایران بودید که میخواستید در مقام وزارت مقام و عزت و احترام فرهنگ رو نگه دارید و عملا در نهایت شما موفق نشدید یعنی اینکه تلاشتون رو کردید درسته که استیزاه رو از سر گذروندید ولی بالاخره نتونستید دووم بیارید. چه زمانتی هست که در زمان دوره بعد اگر که اصلاح طلبان سر کار بیان در ایران باز همون بساط نباشه یعنی باز وزیر فرهنگ اون موقع بخواد این تلاشا رو بکنه و جلوش گرفته بشه و نهایتا راه به جایی نبره شما اصولا چرا فکر میکنید که در چارچوب این نظام جمهوری اسلامی ایران میشه فرهنگ رو اطلاع داد هستش باور دارم که وقتی که از توفیق صحبت میکنیم بین صفر و صد انتخاب نمی کنیم تمام اعدادی که بین صفر و صد هستن درجه از توفیق رو نشون میدن من هم باور دارم که در دوران چهل ماهی که در وزارت فرهنگ ارشاد بودم موفق بودم در این چهل ماهی که بود وقتی احساس کردم که موانع بگونه گونه است که درجه توفیق به حد اقل خودش میرسه طبیعی بود که از کار کنار اومدم و البته به نقطه رسیده بودیم که رئیس جمهور محترم وقت هم جناب آقای خاتمی احساس میکردن که حزینه هایی که بایستی تحمل بکنن برای دفاع از وزیر فرهنگ خودشون به نقطه غیر قابل تحملی از سوی ایشون رسیده اما من معتقد هستم که در اون مخته فرض بکنیم که یکی از دستابرت هایی که ما داشتیم جریان آزاد اطلاعات در حوزه مطبوعات بود این جریان گرچه با موچهای سختی هم روبرو شد اما معنیش این نبود که این جریان منهدم شد ما هنوز هم که هنوز هست شاهدیم که سرمایه‌ای که در دوران آزادی مطبوعات فراهم شد همچنان زنده هست در مطبوعات داخل کشور و سایت های اینترنتی مجموعه در هر حال پرورده شدن و فراورده اون جریان اصلاحات در حوزه مطبوعات بودن که همچنان هستند. نمونه رو من برای شما عرض میکنم من داشتم روزنامه می خوندم. دیدم در روزنامه نوشته که یک جوان فیلمساز مستندساز کرد سکه هایی رو که جایزه گرفته بود به جوانان فقیر کردستان داد اسم این جوان رو برای اولین بار بود من نگاه میکردم بهمن قبادی همون موقع زنگ زدم به سیفر الله که معاون سینمایی من بود گفتم این جوان رو شما پیدا بکنید در هفته سینما که ما در پیش داریم در جشنواره فجر در مقدمه یه در واقع بحث های خود اون رو دعوت بکنیم روی سن بیا من ده برابر سکه هایی که او به جوانان کرد داده میخوام بهش برگردن و بهش جایزه بدم ما همین کار کردیم بهمن قبادی آمد و من باش صحبت کردم و او گفت که اگر شما به من کمک بکنید که من یک فیلم بسازم من راضی تر خواهم بود تمام اون سکایی که ما به بهمن قبادی جایزه دادیم دوباره برگردون به جوانان و بچه های فقیر کرد داد و فیلم زمانی برای مسیح اسبها اولین فیلم بود که او ساخت این اسمش یک موفقیت هست من هیچ موقع در زندگی فراموش نخواهم کرد که یک گوشه در روزنامه خوندم یک جوان کرت است. اسمش بهمن قبادیه بعد اون بهمن قبادی تبدیل بشه به یک کارگردان در اول در سینمای ایران و سینمای جهان و به همین ترتیب در حوزه های نشر و تصمیم های دیگری که ما گرفتیم گرچه هر کدام با مشکلی روبرو شد ولی فرض بکنیم همین که در اون مقطع ما تصمیم گرفتیم که کتاب وقتی که در ایران منتشر شد ابلهانه است که برای تجدید چاپ دوباره مجوز گرفته بشود یک بار دستگاهی به نام فرهنگ ارشادی اسلامی آمده به شما به مال ناشر مجوز نشر کتابی رو داده حالا این کتاب قرار هست 20 بار منتشر بشه 20 بار دیگر بررسی بکنه مجوز بده و از این قبیل و هر تصمیم های ما گرفتیم که هر کدامش توفیق بود و اگر هم در مجموع با موانع ما روبرو شدیم من معتقد هستم که یک آگاهی به حوزه جامعه داده شد در عرصه فرهنگ این آگاهی همچنان زنده و پویاست و شما همین حالا هم می‌بینید در فصل انتخابات ریاست ولی آقای درست زمان وزارت شما بود که که بسیار از نویسندگان رو کشتند و اون فضا ایجاد شد فلان حالا درسته که این ممکنه در واقع اون اقدام در مخالفت با دولت اصلاحات و شاید شخص خود شما هم بوده به طریقی ولی بالاخره شما وزیر دولت و نظامی بودید که این اتفاق درش افتاد شما هیچ وقت احساس گناه کردید من در این قضایی دخیل نبودم که احساس گناه بکنم من, گفتم من, گفتم, و... گفتم مستقیما نبود ولی شما وزیر یک نظامی بودید که درش این اتفاق افتاد ولی جهت اطلاع شما دفتر من پناهگاهی بود برای نویسندگانی که پیش من می آمدن. چند بار در واقع مجموعه نویسندگانی که اعضای کار نویسندگان ایران هستند به دفتر من آمدن در همون مقطع ما صحبت کردیم من وزیر بودم که برای مجوز گرفتن قانونی کار نویسندگان فعال بودم و معتقد بودم که با این کانون حتما مجوز بگیره و خودش رو رسمی و کاملا به شکل عمیق و گسترده شروع بکنه و مجموعه در هر حال فضایی که بایستی برای نویسندگان ما فراهم بشه و من وزیری بودم که وقتی هم که استفای من در واقع پذیرفته شد و من ناگزیر بودم که استعفا بودم در اون مخته کار نویسندگان بیانیه دادند این اولین باری بود که کار نویسندگان ایران در مورد یک وزیر بیانیه میدادند چه در مورد استیزا چه در مورد در واقع استعفا اینها نشان میداد که من در واقع در موضع نبودم و در این محل شپه لاقل من نبودم که به ذهن کسی متبادر بشه که من هم در این سایه روشنهای گناه دخیل هستم آها. اه شما اصلا خودتون شخصا چه فکر میکنین در این اتفاقاتی که اون زبان افتاد؟ من بسیار متاسفم یعنی من معتقد هستم که اینها اقداماتی بود که گرچه واژه خودسر به کار برده شد اما آنچه که اتفاق افتاد از خودسر پررنگتر و شدیدتر بود جنایت کارهایی بودند که با ذهنهای معیوب و ذهنهای در واقع پرآسیب. گمان میکردن که با حذف نویسندگان میشود یک حوزه فرهنگی یا جریان فرهنگی رو از بین برد مثل داستان اتوبوس معروفی که پیش آمد و مواردی که شما اشاره کردید مثل مرگ پوینده و میر علایی و مختاری و دیگرانی که مطرح بودند اینها همه در هر حال لکه های بسیار بسیار سیاه و تباهی در کارنامه هر حکومتی میتواند باشد شما چقدر امیدوارید که اگر یکی از کاندیداهای اصلاح طلب در این دوره انتخابات ریاست جمهوری انتخاب بشه وضعیت فضای فرهنگی جامعه ایران بهتر از اون چیزی باشه که در زمان آقای خاتمی بود یعنی ممکنه فکر میکنین که احتمالا ممکنه با موانع کمتری روبرو بشه نسبت به گذشته حتما من خوشبین هستم که موانع کمتر دلیلتون باهم. چیه برای این خوشبینی یک دلیل هم هستش که ما تجربه دولت فعلی رو داریم یعنی هایی که در حوزه در فرهنگ ارشاد اسلامی انجام شد نمونه آخرش که من دیدم شما ببینین هنر موسیقی و هنر سینما جزو هنرهای درجه اول عرصه فرهنگ هستند وزیر فرهنگ و ارشاد وقتی که در مورد موسیقی ها و اهالی سینما صحبت میکنه میگه بعضی از کاندیداها مطرب ها و بازیگرها رو به دور خودشون جمع کردن یا روانه کردن او در واقع پیداست که هیچ تصور و تصویر روشنی از هنرمند، از موسیقیدان، از اهالی سینما نداره ما شخصیتی مثل فرض بکنیم که مهرجویی یا مجیدی یا موسیقی دانهایی که در عرصه کشور هستند ما چه کسانی رو در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد به مدیران فرهنگی داریم که می توانیم با یکی از این افراد مقایسه بکنیم به لحاظ حوزه دانش به لحاظ تجربه به لحاظ موقعیت اجتماعی و شانی که اونها دارن از این جهت من گمان می کنم که اون چنان سیاه رفتار شد در این چهار سال اخیر و این موج اجتماعی هم که ما در جامعه خودمون شاهد هستیم که من امیدوار هستم به پیروزی اصلاح طلبان بیانجام حال هر یک از کاندیدای اصلاح طلبانی که در صحنه هستند حتما موج اجتماعی به گونه خواهد بود که فضا بهتر خواهد شد از سوی هم من معتقد هستم که جامعه ما بعد از تجربه 8 سال دولت جناب آقای خاتمی و آنچه که در این چهار سال گذشته بر جامعه ما رفت به این جنبندی خواهند رسید که اصلاحات یک حرکت زنده است که باید از او مراقبت کرد در واقع حرکتی نیست که مثل یک ساعت کوچ بکنیم توی تاخچه بگذاریم دولت اصلاحات کار خودش رو شروع بکنه لحظه به لحظه جامعه بایستی مراقب باشه و نظارت بکنه و پاسداری بکنه از این حرکت کما اینکه در همین روزهای اخیر ما دیدیم یک بار آقای کروبی رفتن در دانشگاه همدان صحبت بکنن از پشت نرده صحبت کردن ولی بار دوم که رفتن پلی تکنیک در رو دانشجویان برداشتن از میانه و در واقع به دانشگاه رفتم و برنامه انجام شد این نشان میده که جامعه به یک نقطه رسیده که برای آنچه که میخواه به دست بیاره بایستی تصمیم بگیره مراقبت بکنه و دفاع بکنه ولی شما فکر میکنید که این کاندیداهای های اصلاح طلب برخلاف اون انتقادی که از آقای خاتمی میکردن که برحال همگام با مردم جلو نمیره و مواقعی که احتیاج هست که به در مقابل فشارها و موانع نایستاد شما فکر میکنید اصلاح طلب این بار هر ضمن که انتخاب بشن اگر انتخاب بشن میتونن خیلی جلوتر باشن خیلی همگام با مردم برن اون موانع رو بردارن من معتقدم که اگر موانع مثل همین مانعی بود که ما شاهدش بودیم مثل اینکه از آقای کروبی دعوت کردن رئیس دانشگاه اجازه نمیده برنامه انجام بشه ولی یه چیزی کوچیک که آقای ماجر این مسئله توی کارزار انتخاباتی به جای هم بر مون نمیخوره ولی وقتی که مانع اصلی سر راه اجرای برنامه های دولته من معتقدم که ما نمیتونیم به شکل مبهم و کلی صحبت بکنیم بایستی در ذهن خودمون لاقل یک تصویر روشنی داشته باشیم که اون مانع کدام هست چه گناه هست فرض بکنیم که آیا این مانع در ساختار حکومتی اتفاق میفته نیازمند به تعامل بین رئیس جمهور و رهبری است با نهادهای زیر مجموعه رهبری میخوام با حرف شما رو قطع میکنم آقای ماجرایی ولی شما تجربه کردین اینا رو یعنی واقعا اینها فرضی نیست مبانی هستش که شما دیدید لمسش کردید خودتون اصلا کنار رفتین مجبور به خاطر این موانه. من کنار رفتم به خاطر اینکه در هر حال نمیخواستم رئیس جمهور با مشکل روبرو رو بشه و اگر رئیس جمهور مثل آقای کروبی بود من کنار نمیرفتم یعنی پس حالا به حال فکر میکنید که حداقل یکی از کاندیداها این جرأت و شجاعت رو داره من معتقدم دست کم آقای کروبی چنین وضعیتی رو دارند خب این البته اینو شما چون حمایت میکنید از آقای کروبی خب باید این حرف رو بزنید ولی خب بگذاریم مسئله دیگه ای که شما در گفته‌هاتون اخیراً در جایی صحبت کردید مسئله این بود که شما فکر می‌کنید که دولت‌ها اصولا در جمهوری اسلامی ایران قانون رو یک یک چیز مزاحم می‌دونن برای اجرای برنامه‌ها و کارهای خودشون. زمانی که خودتون توی دولت بودین هم این رو این نظر رو داشتید؟ من به این شکل مطرح نکردم که دولت‌ها در واقع قانون رو مزاحم می‌دونن. دولت فعلی نه ولی دولت گفتین دولت‌ها دولت در گذشته همین دور بودند اگر هم گذشته ای رو من اشاره کردم گذشته دوران انقلاب نبوده من خودم حدود 17 سال معاون حقوق پارلمانی دولت بودم یعنی 5 سال معاون آقای مهندس موسوی بودم معاون حقوق پارلمانی 8 سال معاون آقای هاشمی بودم در واقع بعد هم به عنوان وزیر بودم یک دوره من نماینده مجلس بودم مجموعی تجربه ای که من دارم در بعد از انقلاب اسلامی از آغاز تا به امروز دولت ضد قانون دولت آقای احمدی نژاد هست. یعنی شما میخوایم بگین که در دولت آقای هاشمی مثلا قانون گریزی نبود قانون شکلی نبود مطلقا اولا علتش این بود که خود آقای هاشمی وقتی که دولت رو تشکیل دادن قبلش سابقه یک دهه مدیریت مجلس رو داشتن و از طرفی من معتقد هستم که دولت قانون رو زیر پا میگذاره و به قانون تعهدی پیدا نمیکنه که در واقع قانون رو نمیشناسه ساختار و حکومت رو نمیشناسه افقهای دورتر رو ملاحظه نمیکنه به همین خاطر گمان میکنه که اگر از قانون مثل یک در واقع سرعتگیر عبور بکنه کار رو راحتتر انجام خواهد داد شما میبینید که هر جایی هم که در واقع دولتی قانون رو نادیده بگیره عملا در ساختار اون دچار دو دوچاره پیچیدگی ها و مشکل هایی خواهد شد مثل مکاتباتی که رئیس مجلس وقت آقای حداد عادل و همینطور رئیس فعلی آقای لاریجانی با آقای احمدی نژاد داشتن که دولت نسبت به قوانین مجلس متعهد نیست هنوز هم نیست یک صحبت دیگه هم که از شما نقل میشه معمولا اینه که شما بهترین دوره وزارتتون رو زمان استیزاهتون میدونید چرا؟ علتش این هستش که استیزا شد یک ویترینی که همه نظرات در اون ویترین عرضه شد در واقع یک برشی بود از دوران وزارت من استیزا که مخالفین وزارت فرهنگ ورشاد اسلامی سرانشون در واقع افسرهای لشکر مخالفین همه به ردیف ایستادن در برابر وزیر وقت و حرفایی هم که داشتن با سراحت کامل مطرح کردن مدت مدید هم بود که اونها در پی سیزاه بودند. من همین فرصت رو داشتم که دفاع بکنم و شما میدونین که در اون مجلسی که من استیزا شدم مجلس پنجم اکثریت با جناه راست و اصولگرا بود هم. در واقع به شکل خیلی طبیعی به نظر می که این استیزا بایست رأی بیاره و این استیزا شکست خورد این نشون میداد که در هر حال اکثریت مجلس توانستند به یک جنبندی برسن که آنچه که به عنوان اشکالات و ایرادات بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح میشد بیشتر بهانه بود بهانه سیاسی بود و مدلل نبود مستدل نبود و آنچه هم که من به عنوان وزیر در دفاع از حوزه فرهنگ هنر نویسندگان مطرح کردم این رو مجموعه نمایندگان پذیرفتن و هیچ وقت پیش نیامده بود که یک چنین مجموعه ای از همه نظرها در همه حوزه های فرهنگ در یک جلسه اون هم جلسه ای که تریبونش باز هست به روی یک ملت و از طرفی هم شما این مجال رو دارین که کاملا همه اون دستاوردها و تجربه خودتون رو مطرح بکنید از این جهت من میتونم بگم که چنین واقعی استثنایی بود در همین دوران وزارت بله. یکی از موضوعاتی که خیلی داغ طی چند سال اخیر مسئله نقش دین در سیاسته. بسیاری از همفکرای گذشته شما به مرور دارن به این نتیجه میرسن که به حال دین یک امر خصوصی و سیاست یه چیز دیگه است و اینها به هر حال باید تفکیک بشه و از هم جدا بشه و اصولا حکومت دینی دیگه کاربرد در این دنیای امروز نداره. نظر ندار شما در این زمینه چیه؟ البته این گفت که داستان طولانی است یعنی این یک سوال به یکی از مشخصه نیست. شما اینه که خیلی موجه صحبت می‌کنید ولی ما وقتی از این صحبت می‌کنیم می‌تونیم در سه سطح درباره دین حرف بزنیم یکی سطح ایمانی است ایمان دینی که همه ادیان در واقع بر مبنای ایمان کار خودشون شروع می‌کنن دوم فقه و شریعت هست مجموع قوانین و دستورهایی که بر اساس ایمان دینی شکل میگیره سوم حکومت دینی هست یعنی حکومتی که تشکیل میشه قدرت سیاسی رو به دست میگیره میگه من میخوام این شریعت رو اعمال بکنم وقتی ما از دین صحبت میکنیم اگر منظور ما ایمان دینی باشه باور دینی مثل اونچه که به شکل روشن در مسیحیت شاهدش هستیم این باور دینی و ایمان دینی واقعا خصوصی است یعنی خیلی در هر حال نمیتواند در بعد اجتماعی و حکومتی نقش پیدا بکنه وقتی از شریعت صحبت میکنیم شریعت در آین اسلام فردی و خصوصی نیست ما بسیاری از احکام جمعی و اجتماعی داریم حج، نماز جمعه، امر به معروف، نهی از منکر، جهاد در واقع دین یک ساختاری پیدا میکنه که ساختار و حکومتی و در هر حال اجتماعی است از حکومت دینی هم که صحبت میکنیم بالاخره دینی است که معتقد هستش که این دین وقتی میتواند محقق بشه به اهداف خودش برسه که قدرت داشته باشه تعریف کردم که پیش امام خمینی رفته بودن که شما بیاید درباره بعضی از امور نظر بدید که مثلا این نوشابه متعلق به مسلمان ها نیست تحریمش بکنید و غیر ذالک ایشون گفته بودن که امر معروف و نحی از منکر این نیست که شما به من توصیه میکنید ما باید قوه آمره و قوه ناحیه داشته باشیم اگر ما قدرت پیدا بکنیم قدرت حاکمیت تمام این مسائل رو ما به راحتی میتونیم حل بکنیم اشمالا من اگر برگردم به پرسش جنابالی نمیشود پاسخ این سوال رو به راحتی و کوتاه داد که بله دین خصوصی است یا کدام دین در کدام عرصه عرصه ایمانی عرصه شریعت عرصه حکومتی اجمالا در یک کلام من معتقد هستم که وقتی از دین اسلام صحبت می این دین دین خصوصی نیست خب ولی به هر حال شما نمیخواید خودتون رو متعهد بکنیم به یک جواب مشخص در این زمینه یعنی همگام با خیلی از همفکران سابق شما که کاملا نظرشون متحول شده و میگن که اصلا این دوتا مقوله جداست و باید جدا باشه من مخالف نظر هستم مخالف این نظر یعنی در واقع کماکان شما به حکومت دینی اعتقاد دارید معتقد هستم که از اسلام وقتی به معنی که آین بررسی میکنیم قرآن مجید وقتی به عنوان تکست این آین میبینیم این آین وقتی میتوانند کاملا محقق بشه که شکل حکومتی هم پیدا بکنه منتها چگونگی حکومت مبانی این حکومت اهداف این حکومت روشمندی حکومت ممکنه که در تمام این موارد و موضوعات بحث های بسیار مفصلی رو داشته باشه بله و شما فکر میکنید که اصلاحاتی که در ایران بسیار معتقدن که بایستی به نهایت خودش برسه به هر در این مرحله این اصلاحات به همه اهدافش برسه اون اهداف نهاییش که رسید در واقع اون تضادی که در حال حاضر حس میشه بین حکومت دینی و دموکراسی و غیره از بین میره تصویر خیلی روشنی الان ندارم که ما در چه نقطه‌ای به همه اهداف خواهیم رسید به خاطر اینکه مسائلی که در یک جریان اجتماعی زنده اتفاق می‌افته مثل یک مسیر مادی نیست که بگیم که ما از لندن حرکت میکنیم در این ساعت میرسیم به آکسفورد در واقع جریان‌های اجتماعی جریان‌های بسیار پیچیده‌ای هستند یک وقتی من مثال میزدم برای بحث آزادی به دوستان مطبوعات میگفتم که خیلی تند نرید این جاده آزادی مثل جاده چالوس میمونه که اولش کنار صد کرج نوشتهن این جاده هزار پیچ دارد مواظب باشید جاده هزار پیچ و معتقد بودم که آزادی هم مثل یک ظرف بلوری هستش که باعث ما کاملا با مراقبت از این پیچها عبورش بدیم جریان های اجتماعی به همین در هر حال پیچیدگی است و هیچ وقت نمیشود گفت که ما در اصلاحات به اهداف قطعی خودمون خواهیم رسید اون جامعه کمال یافته سعادتمند متکی بر حرکت اصلاحی در افق نزدیکی نیست خیلی متشکرم آقای عطاله مهاجری از شرکتون در برنامه به دیگه